مرحله نهایی مسابقه بزرگ استعدادهای برتر شیعیان اروپا شیعه وایس شب گذشته 17 اردیبهشت 1401 در لندن برگزار شد و گروه برادران شان و رزوان از لستر انگلستان نفر اول شدند. 12 نفر از میان 750 نفر شرکت کننده در مسابقه بزرگ استعدادهای برتر شیعیان اروپا شب گذشته در شهر لندن برای مشخص شدن نفرات برتر به رقابت پرداختند. لازم به ذکر است که 4 نفر از شخصیت‌های مشهور و محبوب شیعیان غرب مسئولیت داوری فینال مسابقه استعدادهای برتر شیعیان اروپا را بر عهده داشتند. در مرحله نهایی این مسابقه 3 برنده به عنوان نفرات برتر توسط گروه داوران انتخاب شدند که جایزه نفر اول 10,000 پوند به اضافه سفر به شهر مقدس کربلا و حضور در استودیوی شبکه امام حسین علیه السلام در ماه محرم الحرام 1444 قمری است. مرحله نهایی مسابقه استعدادهای برتر شیعیان اروپا شیعه وایس شب گذشته به صورت زنده از 6 شبکه مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام به صورت مستقیم و به همراه ترجمه آنلاین به زبانهای فارسی، عربی و ترکی پخش شد. گفتنی است مرحله نهایی این مسابقه شب گذشته 5.5 ساعت به طول انجامید. ویدیوهایی که قبل از شروع مرحله فینال این مسابقه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، صف‌های طولانی مردم علاقه‌مند را نشان می‌دهد که از کشورهای مختلفی همچون پاکستان، آمریکا، سوئد و دیگر کشورهای اروپایی و برخی شهرهای انگلستان در محل برگزاری مسابقه در لندن منتظر ورود به سالن برگزاری مسابقه بودند. در پایان جوایز توسط آقای شیخ رحمان حائری نماینده بزرگ مرجع جهان تشیع، آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی دامزه الله و آقای قاسم فهد مدیر مسئول دفتر مجموعه رسانی امام حسین علیه السلام در اروپا به برگزیدگان اهدا شد. لازم به ذکر است مسابقه استعدادهای برتر شیعیان اروپا شیعه وایس در ماه عظیم رمضان امسال 1443 قمری توسط شبکه امام حسین 3 به زبان انگلیسی برگزار و در این شبکه پخش شد. این مسابقه 750 شرکت کننده از کشورهای مختلف اروپایی داشت که 72 نفر انتخاب شدند و 30 نفر به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند و در مرحله نهایی که شب گذشته برگزار شد تعداد 12 نفر به رقابت پرداختند. خبرهای تکمیلی در روزهای بعد تقدیم خواهد شد. For the barakah of what these guys have done, and in the name of Imam al-Hussein alayhi salam, please recite aloud salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We also have a couple of announcements when it